درود بینندگان عزیز و ارجمند، هواداران برنامه 90 دقیقه و تماشابینان شبکه ورزش، بعد از انجام بازی های دور 19 چمپیونات مملکت که یک مدت هم تنفس بود، باز ما برگشتیم با تحلیل و بررسی بازی های لیگ عالی. امروز در برنامه 90 دقیقه چون همیشه کارشناس برنامه سابق بازینگر تیم ملی سبحان خوجامو قرار دادن، خوش آمدید به برنامه 90 دقیقه. و دوستان عزیز، در دور 19 پنج بازی برگزار شدند که بعد از تنفس البته نتیجه های قریب که هنگوموی هم به قید گرفته نشد. استرافشان در میدان خود با یک گل فایسکان را شکست داد. اسخاده باز هم از کلوبی مرکزی ورزش ارتش شکست خورد. استقلال بعد از بازی لیگ قهرمان ها نهایت در چمپیونات مملکت با حساب 2-0 رفشان را شکست داد. خطلون هم در میدان خود بر کوکتوش با حساب 3-0 دست بالا شد و از همه بازی پرگل میانی دسته های خوجند و دوشنبه دایر گردید که شاگردان رستم خوجایف با حساب 5-0 بر تیم دوشنبه پیروزی به دست آوردند. خب شروع میکنیم شرح و توضیح رقابت ها رو از دیداری دسته های استرافشند و فایسکند که یکی از بازی های مهم هم بود برای دسته استرافشند. یادوار میشیم که استرافشند رو بنابر سبب ویران کردن نظامنامه مسابقه از سوی مخلصان فدراسیون فوتبال تاجیکستان از حق یک بازی خانگی خود محروم کرده بود. این هم برابر شد با بازی جام تاجیکستان و نهایت آنها برگشتند با میدان خود و فایسکند رو شکست دادند. این رقابت با یک گل زده شهزاد مامورجانوف با انجام رسید. خوب، فایسکند یکی از دسته های است که برای نجات یافتن مبارزه میبره در موسم امسال. خوب، چرا استرافشان تنها با حساب 1-0 غلبه کرد در میدان خود؟ شما وقتی گفته گذاشتید که فایسکند مبارزه برای موقع خود را نگاه داشتن در لیگ اولی مبارزه میبرد، به همین خاطر آنها تمام کوشش تلاش های خود را برده ایستادن به خاطری که موقع خود را در لیگ اولی نگاه داشتن و هر یک خول برای آنها همچون بود هوا لازم است. و ما فکر دارم که در همین بازی که در دور سوم که کدام باقی مانده بازی است، همین بازی تمام بازی ها جالب و دیدنی به فکر من برگزار می شود و به همین خاطر فایسکند خواست که اقلا یک خول هم که باشد در سفر بله. از دسته استرافشان سیتوند، لیکن افسوس که بله. دسته استرافشان هم مقصد خود را در دارد بله. در لیگ اولی آنها مبارزه برای مدال ها برده استودن بله. خب یک سوال دیگر همین است که استرافشان از جانب فدراسیون فوتبال گفتیم از یک بازی خانگی خود دست کشید، همین من جزا دست کشید نه محروم شد محروم شد همین جزا بعد از اون بازی که با کوکتوش داشت واقعا هم عادلانه بود به نظر شما برای که وقتی مخلصان با بازی خلال وارد میکنن اصلا یک دسته رو از دو سه بازی های خانگی محروم میکنن؟ این قرار رو اکود کمیته آداب فدراسیون فوتبال تاجیکستان میبرورد. ممکن که اونها همه چیزها رو تحلیل بله. کرده به همین قرار آمدن که یک بازی و من فکر دارم که این به مخلصان هم حس کردن بله. یعنی دسته هم همین چیز رو حس کرد که این به ضرر دسته شد بله. اونها در همین با دسته در جام تاجیکستان با دسته اسخاتا بازی کردن، اونها باید قبول میکردن لیکن حسابی که میدانشون محروم بود آنها در سفر بازی کردن، یعنی در میدان اسخاتا قبول کردن و شکست خوردن بله. من فکر دارم که این چیزا رو آنها درد کردن که اون گونه یعنی قانون ویران کنی یعنی مخلصان که ترتیبات جمعیتی رو ویران میکنن و فکرم مین بعد اونها به می خطاگی رو روح نمیدید بله. خب در این رقابت یگانه گل از جانب شهزاد مامورجانوف زده شد و پسی گلوور هم به الهام براتوف تعلق داشت. خب نظر شما در مورد جلب لیگنرون در ادامه چمپیونات در دسته استرافشان چگونه است؟ چون که حیات کلا دیگر شد، قریب 7-8 نفر از تیم رفتند ولی حیات نو اومد. آیا این حالا تو انجام موسم کمک کرده میتواند بعد دسته محمد جان حبیب اللهیف؟ من فکر دارم که محمد جان حبیب‌اللهیف وقتی که این بازینگرها را دعوت کردن بازینگرهای خوب هستند بله. که من بازی آنها را تماشا کردم در جام تاجیکستان هم بازی کردم
ما فکر دارم که بازیگرای خوب هستن و با دسته سرشان اونها فایده میارن. بله. خب تشکر زیاد. فایسکان گفته میشود که عین حال در برابر اون دسته هایی است که از جهت مولیوی تنقیسی زیاد دارد. مثلا در چمپیونات فایسکان هست، دوشنبه تیم کوکتوش که حالا اونها در موسم آینده دوباره میتوانند موقع خود رو مستحکم کرده یا بازی ها رو ادامه داده معلوم نیست، چون که وضع مولوی دسته ها بسیار نگران کننده است. خب نوبست از این هم فایسکان برابری توحیر مومین و بازی ها رو ادامه داده ایستاده است. خب این چیز هم تاثیر روحی نمیرساند به بازیگران دسته؟ البته میرساند، برای اینکه این یکی از عوامل های مهم است. وقتی که وضع مولوی یعنی خوب نیست، آنها ما پیشتر هم گفته بودیم که هر یک بازینگری آنها یعنی اویلا دارد، فرزند دارد، مکتب می روند، آنها باید خوراک خورند، پوشاک پوشند. به همین خاطر من فکر دارم که ممکن که این چیزها یک وقت دارد، ممکن که وقت گذاشته این چیز برطرف باید برطرف شود. برای اینکه به هر حال این طور شدنش ممکن نیست که بازینگر 3-4 تا 5 ماه معاش نگیرد. و فکر دارم که بازینگر رو باید تا آخری موسم یعنی بازی خوبی خود رو نشون دیند و رهبریت باید یکان فکری جدی کنند که همین کمبودی را باید برطرف کرد. اصلا همین گونه دسته ها رو در آغاز موسم پورا باید تفتیش کرده شود که آیا تو انجام موسم میتواند دسته خوب هنرنمایی کرده، چون که بسیار از دسته های در چمپیونات مملکت هستند که تو میانه چمپیونات میآیند و از وضع مولوی خود شکایت میبرند. این واقعا هم نه تنها به خود دسته، به بازیگران، حتی به سطح و صفت چمپیونات هم تاثیر خود رو میرساند. میبینیم که امسال هم همین گونه دسته ها هستند در چمپیونات مملکت. بله، این تاثیر کلان میرساند. من فکر دارم که اگر از سال نو فدراسیون فوتبال تایسون اگر یگان قرار قبول میکرد که تو دستایی که در نزد بازینگرا قرضدار هستند، بله، تو قرض رو برطرف نکنند، اونها رو به لیگ اولیا یعنی روح نمیدن، روح ندهند. من فکر کنم در همون حالات روبریت دسته یعنی سرپرستان دسته به اون فکر میآیند که باید همین چیز رو برطرف کنند. برای اینکه وقتی که کارگر رو کار فرموندی باید معاشش رو باید بدی. اونها هم رنگ کارگر هستند، یعنی امروز در دسته اونها یعنی نامی دامو دسته همون رو حمایت کرده است. من فکر دارم که اونها باید حتما حقی آنها را باید دیم. بله، تشکر زیاد. و محمد جان حبیب‌اللهیف، طاهر مومینوف، سرمربی هر دو دستم اندیشه خود را در مورد این رقابت بیان کردن. بیاد گوش میاندازیم و بعدا باز میگذاریم با شرح و توضیح بازی های دیگر. پیش از همه میخواستم فیسون رو به غلبه اولین در قسمت سیمی چمپیونات تبریک کنم. البته بعد بازی های نکامی که ما در قسمت دیم داشتیم، بازی امروز خیلی بازی یک بازی خیلی جالب شد. البته در قسم اول بازی هر دو دسته نه اونقدر بازی خوبشون دادن، لیکن در قسمت دیمی بازی ما میتونستیم که البته یک چند حالت گلزنی هم داشتیم که حساب بازی رو میتونستیم 2-0 یا 3-0 کنیم. حالت خوبی گلزنی مثل اتابه کریموف داشت، البته جوابی سفرف، لیکن فکر میکنم که برای ما امروز فقط برای سخ و برای غلبه ба майдон омада будем ва мо ин ғалабаро ба даст овардем. Команда исро шанс победи, поздравляю, игра была до гола. Гол решил сегодня исход матча. И после гола мы вскрылись, пошла такая игра, открытая игра. До этого игра была очень строго дисциплинирована. Сегодня мне не в чем укрепить команду. Команда билась, играла, но победа была на стороне команды Сарашан. خب ادامه برنامه است و اندیشه‌های سرمربی دسته سرافشان و فایسکان رو هم گوش کردیم. اکنون میگذاریم با رقابت دسته های اسخت کلوب مرکزی ورزش ارتش. در دوام یک ماه اخیر این علاقه دومین بازی دسته ها است در چمپیونات مملکت و باز هم نماینده های شهر دوشنبه پیروزی به دست آوردند بر اسخت. با اسخت چی شد؟ مرحله اول بسیار هم خوب گذشت. دسته یکی از کشفیات های همین موسم بود که در سال نخست برآمد خود نتیجه های خوب به دست آورد، اما در مرحله دوم و اینک در مرحله سوم دسته به خود آماده نمیتواند. این فوتبال است و شما گفتید که در یک ماه اخیر آنها دو بار با همدیگر واخوردند و
یک دیگر رو بیاد نخسر آموختن و در اینجا دو امیل است، یعنی یکم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در میدان خود از روشن کلوب در جام تاجیکستان مغلوب شد و آنها در یک روحانیت نه اونقدر بلند قرار داشتند. دسته اسخطا باشد در یعنی گویم که بازی سفری، لیکن در میدان که خود قبول کردن دسته استراشان را مغلوب کردن و در یک روحانیت بلندتر یعنی قرار داشتن و این بازی برای در آینده مبارزه بردن برای مدال های برنجی بود. بله، برای اینکه با موقع خود رو میتوانستن ایواز کنن. بله، میتوانست که اسخط بعد از غلبه موقع خود رو استوارتر کند. دسته کلوب مرکزی ورزی ارتش در حالت مغلوب شدن است، میتوانست که در همون زنده خود قرار کند و ممکن که مبارزه را بود دشوارتر میشد مبارزه بردن. و آنها این چیز رو نقص حس میکردن. و من فکر دارم که مربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش سبحانی یک تاکتیکای یعنی سفری گیم می شود پس از اموختن دسته اسخطا یک تاکتیک خیلی که انتخاب کرد که با او سمر آورد، یعنی با فایده خود بازی را انجام داد و بازی خیلی دیدنی و جالب گذاشت، جالب و دیدنی گذاشت برای که چی از طرف کلوب مرکزی ورزش ارتش چه دسته اسخطا حالتهای گلزنی داشتن و مبارزه بسیارتر بود. خب یک سال دیگر همین است که کلوب مرکزی ورزش ارتش همه ساله در آغاز چمپیونات همین گونه مشکلی ها را پشت سر می کند و در ادامه بعدا به خود می آیند آنها. شما همین پرابلم اساسی دسته را در چی می بینید؟ یک زمان قبلا در این دسته هم باعث فوتبال بازی هنردمایی می کردید. چی است همین پرابلم اساسی دسته که یک دوره معین دسته اومد در بحران بازی است ولی بعدا به خود می آید؟ شاید اونجا مربی عوض می شود، فوتبال بازی عوض می شود. همین سال هم همین گونه بود. اگر همین پرابلم پیش نمی اومد، من فکر می کنم کلوب مرکزی ورزش ارتش با این نشان داده که از آغاز اگر به دست می آورد برای عنوان چمپیونی تلاش کرده می توانست. شاید برای اینکه در وقت تیاری گیم در وقت تیاری زمستونه با چمپیونات دسته رو مربی دیگر تیار کرده شده بود، علی رشید محمدوف، یعنی او با دسته همون بازینگارونی که دعوت کرد با او معقول بود، پسند آمده بود با همین او کدام تاکتیکی که یعنی انتخاب میکرد در بازی با همون نگاه کرده بازینگر جدا میکرد و گرفت. و ما فکر دارم که خیلی این فوتبال است چی این را پیشگویی گفتن کردن خیلی دشوار است و اون فکری که علی رشید محمدوف داشت عملی نشد. بله، برای اینکه بازی با بازی یعنی بچه هایی که وقتی ما صحبت میکردیم اونها باوری از خود دور میشد. بله، یعنی اونها پس از دور یکم میگفتن که ما بازی رو بعد از دور سوم سر میکنیم، سومش هم گذشت، چهارمش هم گذشت، پنجمش هم گذشت، اونها همین طور یعنی نه اونقدر بازی خوب و بسیارتر با شکست یعنی دوچار شدن. بله، و با فکر روحباریت دسته دیدن که این طور دوام دادنش ممکن نیست، اگر هم خیلی دوام دادن گیرد ممکن که لیگ اولی رو ترک کنند. بله، و آنها با سرمربی قراردادی با سرمربی داشتن آنها قطع کردن و چند قپس سبحانی را دعوت کردن. بله، و سبحانی توانیست با همون بازینگر هون یعنی بازی را ایواز کند. بله، یعنی گویم که کلان بازی تغییر یافت. بله، و وقت داشت، فرصت داشت که در گزارشی از دور یکم به دور دوم در اونجا با بازینگران ها دعوت کرد و دسته خود رو قوی تر کرد. خب نقش لیدران دست بنادیسه شما تا کدام درجه است؟ کی رو در نقش اساسی میبینید حالا در کلوب مرکزی ورزش ارتش؟ من فکر دارم که در کلوب مرکزی ورزش ارتش بازینگرانی هستند که پر تجربه هستند، یعنی ملکه تجربه خوب دارند. بله، سبحانی با آنها با سن سال آنها نگاه نکرده با آنها باور میکند. بله، و آنها باوری سبحانی رو یعنی پورای
قونی میگردونند و بازی رو یعنی دسته رو پیش میبرد. فاتولویف دلشاد ووسیف با دلشاد ووسیف هم یعنی بوار میکند که در لحظه اخیر هم با میدان میبرد. من فکر دارم که این گونه بازینگرو یعنی صورتی بازی رو یعنی رنگی بازی رو دیگران نکرده رسودن و آنها برعکس یعنی بازی دسته رو پیش برده رسودن. خب دوستان عزیز حالا بیاد گوش میاندازیم با سخنهای سرمربی دسته اسخط حمید کریموف که این بازی رو چگونه شرط داد و بعدا باز گوش میاندازیم با سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش امین سپونی. во-первых хочу поздравить команду ЦСКА с победой. Вот. За неиспользованные моменты вот поплатились. И во втором тайме пошли отыгрываться. Вот. И сзади немножко все окрылилось. Вот, получили второй гол. Ну, есть над чем работать. Базе хели хубир бе намаш гузаштан. Ма хам табрик бегим бе тиме ходамун. Худа ршо ки имруз тактикай ки хастим, барнамаи ки хастим иджра шуд ва тамаркуз ма руи лиг хаст. Лиги али ки иншалла تمام تلاشمون این هست که روز به روز به همین شکل بهتر بشیم، دوباره نتایج خوب و انشالله هفته بعد هم ما برنامه داریم که انشالله با پیروزی بگذرونیم این بازی ها رو. مثل بقیه بازی ها هیچ فرق نمی کنه. ما برای هر تیم، هر بازی، هفته به هفته برنامه داریم و کارمون رو روی در طول هفته تمرینات انجام میدیم و قاعدت یعنی 100% برای پیروزی، برای برد، برای کسب امتیاز ما به این بازی میریم. ولی واقعا هم سخنهای سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در مورد برنامه ریزی با هر بازی بود که اونها پیش از بازی ها طرح میکشند تا چگونه مقابل حریف نتیجه خوب به دست آورند. و فکر میکنم مقابل اسخط که دو بازی را اونها با نتیجه یک خیلی جنبست کردن، یکی از همون گویم که فعالیت پرسماری خود سرمربی دسته هم به حساب میرود. درست، برای که از سخنرانی سبحانی معلوم می شود که یعنی من فکر دارم که نه تنها سبحانی باید همین طور کار کند، تمام مربیان من فکر دارم بله. خیلی کار کرده ایستودن یا که ممکن که باید کار کنند بله. که وابسته با کی بازی میکنی و در کجا بازی میکنی بله. مثال در سفر با دسته استقلال تماما تاکتیکای دیگر رو بله. انتخاب میکنی یا اینکه در خونه مثل مقابل دسته دوشنبه دیگر تاکتیک را انتخاب کنند. تمام همین من فکر دارم که مربیان فرصتی که دارن امید از بازی به بازی 5 روز است، یک هفته است، آنها یعنی برنامه خود رو با همون بازی تیار میکنند و به همون برنامه به بازی تیار میشوند. بله. و مربی کلوب مرکزی ورزش ارتش هم از همین دولت میدهد که یعنی ما تمرین های خود رو با همین تاور انجام دادیم که امروز همین فایده همین رو ما در بازی دیدیم که دسته اسخط رو یعنی شکست کردیم. خب بیاید متوجه میشیم با عمر سرمربی دسته در 5 بازی اخیر که چگونه نتیجه ها رو نشون داده است. ببینید در 5 بازی اخیر کلوب مرکزی ورزش ارتش با رهبری مربی ایرانی خود بوری هم شکست نخورده است. اونها بازی رو مساوی کردند با دوشنبه در سفر، بعدا در میدان خود خوجان رو شکست دادن با 3-1، در سفر بر اسخط غلبه کردند 2-1، در میدان خود هم اسکان رو شکست دادند و باز در سفر بر اسخط پیروزی به دست آوردند. این نتیجه های بهترین سرمربی دست با صفت سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش است که فکر میکنم موقع دسته رو خیلی هم استوار کرد و حتی برای مدال ها دسته حالا قدم های بزرگ گذاشت. بله، این استاتیستیک، این تحلیل چمپیونات است. در اینجا یک بازی پیشتر بازی کردند با رفشن کلوب در بله. جومی تاجیکستان بله دایره جومی تاجیکستان این چیز نیست در اینجا بله. به امید خاطر در اونجا با مغلوبیت یعنی دوچور شد و من فکر دارم که تحلیل خوب کرد. مغلوبیت هم یک چیز درس میشه یک چیزی خاصه خوب بله. دارد که کمبودی رو در اونجا دیده میشود بله. که در کدام سمت ما کمبودی زیادتر داریم بله. من فکر دارم که در این مورد سبحانی کار برد و در بازی اخیرون غلبه کرد. بله. تشکر و اکنون میگذاریم با بازی استقلال. استقلال هم دیر باز بازی های خود رو توسط شبکه های تلویزیونی نمایش نمیداد به خاطر آمادگی به لیگ قهرمان های آسیا و بسیار هم ارزنده بازی کردن. نو بس از آن که
سطح و صفتی دسته ها کلان تفاوت است. پرسپولیس ایران و استقلال تاجیکستان. و اکنون بازگشت به چمپیونات مملکت و هنرنمایی کردن با دسته هایی که باز از استقلال یک سر و گردن پویونتر میستند. از جهت حیات، از جهت اقتدار و اومن برای مربی مشکل نیست که دسته را اموده کند. و بازی های چمپیونات مخصوصا مقابل روشن ما اونقدر بازی جالب استقلال رو تماشا کرده نتوانستیم هرچند گل ها در 10 دقیقه آخر زده شدند شیروانی مبادشایف و وحدت حنانوف مؤلف دو گل این دسته شدند در حقیقت خیلی دشوار است با مربی خیلی دشوار است برای اینکه پس از بازی در لیگ چمپیون های قهرمان های آسیا به دشوار است برای اینکه در اون فضا در اون محیطی که استقلال با پرسپولیس بازی کرد و پس از اون چهار روز پنج روز پس در میدانی که یکی بگیم که خولی با دسته رفشن کلوب قوازمایی کرد به حد دشوار است این از طرف روحانی بچه رو بلند برای که در یک سمت نگاه داشتن به حد دشوار است اونها باید درد کنند فهمند که لیگ قهرمان ها در تاریخ موند بله حاضر عین حال آنها در چمپیونات تاجیکستان بازی کرده استند و چمپیونات تاجیکستان وظیفه مقصد خود را دارد بله آنها چند قدر پیش همین چیز را درد کنند و از همون فضایی که داشتن به این فضای داخلی تسترک برگردند با آنها به فکر خوبتر می شود بله. و سرمربی باید چند قدر تستر آنها رو با این سمت روانه کند و در همین سمت تیار کند و فکرم بعد آینده آسان‌تر می شود خوبیش در چی بود برای استقلال که آنها پس از لیگ بازی که در لیگ قهرمان های آسیا کردند مقابل پرسپولیس خوشبختی آنها در همین است که بازی رو در میدان خود کردن با رفشن کلوب اگر این بازی در سفر میشد من فکر دارم که با مشکلی آنها دوچار میشد بله. و یعنی در یک فضا بازی کردن در دایره چمپیونات هم تاثیر خود رو دار بله خب سوال دیگر این است که استقلال تا کدام اندازه نزدیک است برای عنوان چمپیون من فکر دارم که پس از غلبه رفشن از بالای رفشن کلوب آنها به دست آوردن موقع خود رو با استوارتر کردن و من فکر دارم که آنها بازی که آنها دو بازی که موقعی اوزی دارند آنها اگر همین بازی را به فایده خود اگر حل کنند من فکر دارم که 90% مقصد و آنها به هدف خود میرسند به هدف خود میرسند خب کدام دسته مقابل استقلال در همین موسم به نظر شما در ادامه چمپیونات در مرحله سیوم حریف اساسی است مثلا استقلال در یک بازی شکست خورد و آنها در ایستا رفشان آنها باز با ایستر افشان بازی میکنند یعنی حریف آنها تنها ایستر افشان است نه آنها با در خوجان به فکرم خطا نکنند و دسته خطلانی که این بازی به فکرم اگر خطا نکنم استقلال قبول میکنند دسته خطلان رو بله. این بازی هم مشکل است مشکل است برای که خطلان هم یکی از داوطلبان مبارزه با مدال ها است بله. من فکر دارم که بازی خوب میشود خب استقلال هم در حال بازی خود را برگزار میکند که چند تن از بازیگران اساسیش به سبب لات داشتن در این رقابت شرکت نکردند و البته نسبت به بازی اخیر با پرسپولیس تغییرات ها خیلی هم زیاد بود ما دیدیم که در دروازه شاورو خرغیزبویف ایستاد هرچند تخمین ها در مورد دروازه‌بان اساسی بودنی او در لیگ قهرمان ها بسیار تر بود ولی محریدین حسنوف اونجا بازی کرد به هر صورت استقلال سه امتیاز مهم خود را در بازی با روشن به دست آورد و اکنون بیایید گوش اندازیم با سخنهای سرمربی دسته استقلال ویتالی لیفچنکا و سرمربی دسته روشن نجمالدین طالیبوف همکاری ما پرویز محمدامین با این مربیان بعد از پایان همین رقابت صحبت انجام داده بود Виталий Григорович, поздравляем с победой. Очень сложная игра сегодня прошла против команды «Раушан». Как вы оцениваете игру своих подопечников? Ну, да, вы правильно заметили, тяжело было перестраивать с Лиги чемпионов на внутренний чемпионат. Понятно, что ребята в Лиге чемпионов отдали очень много сил, очень много эмоций, вот, выплеснули все. Поэтому сегодня вышли такие немножко недовосстановленные, опустошенные. Поэтому игра сложилась для нас тяжело. Вот. Ну, я рад, что мы проявили характер. Второй тайм дожали, забили два мяча и добились победы.
следующих несколько недель очень сложный график, потому что каждые три дня у вас игра. Как будет проходить вот процесс восстановления игроков? Ну, это сложный вопрос восстановления, поэтому будем восстанавливаться, будем готовить ребят. Но еще раз говорю, что вы видели сегодня, что тяжелая игра была, поэтому следующая игра тоже самое будет тяжелая. Соперники все настраиваются, поэтому хотят отобрать очки, это все понятно. Ну, мы будем готовиться по своей программе, что будет тяжело, но надо перетерпеть этот момент, готовиться и играть на победу. Мухтарам Наджмидин Толибов, Бузим Рузабар, Мухубли Дастай, Сехлот, Чигунаси Паришит, Барой Дастай. Акнумон Чигуфтани Асамки, Дастай, Сехлот, Чигуям, Ваяшон, Бисио, Тажирбашон. بازی خوب میکنم یه بعد دیمش که ما روشگه میدونی سبز بازی کرده که به میدونی سخته میبیم کم درواز بینتر میشد با همی هم نگو نکرده بچه ها خیلی من رو خب باوری کردم که نقض بازی کردم خیلی کنی یک میشد یک دو خطو موسی با کار میکنیم که سیزالو کنیم این کاروه خب در دقیقی قسم دیمی بازی چونی به نظر رسید که فوتبال بازی دسته شما کمی خسته شدن و همین تغییرات ها کمی دیرتر از جنوب شما عملی گردید و در نتیجه ما دیدیم که همین حالت با وجود اومد همین رو شما چی میشه؟ اکنون من نخواستم که چی گویم که سستف رو و من بازینگران وای نشوام خیلی من دیدم که بسیار شما مانده شدم اینجا بین هم مانده شد صفی پیش هم قفوی هم بسیار وای بود اکنون خیلی بازی من گفتم که از مایدونی سال بزار اومده با مایدونی ساخته خیلی وز بیمیشم برای این بخیلی مانده شدم من خسی وز خیلی قیمتر است خب خطلون هم غلبه خود رو در دوری نظامی چمپیونات مملکت به دست آورد نوبس از اون که دسته خطلون در ناحیه جلالدین بلخی بازی های خود رو برگزار میکند ولی برای به دست آوردن پیروزی این یگان مانعه مقابل کوکتوش نگردید شاگردان اصلی حبیبلویف با حساب 3-0 غلبه به دست آوردند نوردین همراقلوف ژانگتن و خدایداد ازوقوف مؤلف گل ها شدند خب خطلون هم دسته است که حیاتش خیلی جوان میباشد ولی نوبس از این هم اونها تلاش کرده ایستادند که همون موقع خود در جدول چمپیونات خوبتر نگاه دارند خب به نظر شما بازی هایی که خطلون برگزار میکند نه در ورزشگاه مرکزی شهری باختر بلکه بیرون از آن تا کدام اندازه میتواند تاثیر رسانیده مثلا میدان خانگی خطلون همیشه بروز نوحه جلالدین بلخی است تاثیر خود رو میرساند لیکن نه اونقدر کلان برای اینکه یعنی اونها نزدیک هستن بله. اگر خطا نکنم یک 30 کیلومتر است اگر خطا نکنم و مخلصان آزاد میتوانند روان دسته دوست داشته خود رو بله. یعنی دستگیری کنند اما قدر که هست که در میدان خود وقتی که بازی میکنی این تمام فضای دیگر است وقتی که خود رو در موهیچ خیل در درین آب یعنی حس وای میکند خود رو حس میکند آروم حس میکند اونها هم فوتبال بازان هم همین طور است و دسته خطلون پس از همین غلبه موقع خود رو یعنی در لیگ اولی استوارتر کرد نگاه داشتن رو و شانسی برای مبارزه بردن برای مدال ها پیدا کرد یعنی وابسته با دیگر دسته چی تار بازی میکنه بله با کوکتوش چی شده است وقتای اخیر دسته بسیار نتیجه های بد نشون داده ایستاده است این رو اگر ما از درون ندونیم بله. برای اینکه در حقیقت در دسته چی چیزی هست در اونجا که دسته از همینجا معلوم است که نه یک بازی دسته جمعونه دارد یکان بازی که پیش دسته کوکتوش یعنی نشون میداد اون بازی ها هم نیست و از روباریت دسته و یا که از سرمربی دسته پرسون شدن در کور است که بله. در ممکن یگان علت در داخلی داشته باشند بله وضع مولوی دسته بسیار بد عنوان می شود عین هول گفته می شود که دسته با احتمالیت زیاد حالا نمی تواند نتیجه های خوب به دست آورده ولی بازی های بعدی نشون می دهد بیاید سرفال گوش می اندازیم که اصلی حبیبلوی و علی راشون آمد و چی گفتند در مورد این بازی پیش از همه خدا شاگردان رو به غلبه تبریک کنم فکر میکنم بسیار بازی خوب گذشت
اون مسئولیتایی که ما دادیم به شاگردان چی در خط دفاع چی در خط نیمه حافظت و هجوم بسیار حوزده کار بسیار نقص برآمدند نتیجه بازی شاهدیان رو میتهد که خط دفاع بسیار خوب برآمد کردن با حریف امکانیت دادن که با دروازه ما گل ورودند و در خط حمله سه گل به ثمر رسانند و بازیگرانی که در قسم دیم به بازی در آمدند بنهون میخوام مینداری بیان کنم چون که برآمدند و با بازی یک چی میگن یک رفتی نو داخل کردن ورود کردن و بازی خوب نشون دادن ما امروز برای غلبه اومدیم رستگاب و در قسم یکم هم وضعیت خوب داشتیم با فکرم در قسم دویم هم خیلی وضعیت نیم وضعیت وضعیت خوب هم داشتیم استفاده نبردیم رقیب همه وضعیتش استفاده برد در جدول ما در جای آخرانیم برای همین فکر میکنم نمیدونم چی میشود با روبریت دستا گپ زنم کنیم بعد میفهمیم ما با دوار گپ زنیم معنی ندارد باید بچه ها بازی کنند دوار چی میتوند کنیم اون وضعیت هایی که دارند بچه ها استفاده نمیبرند دوار در این جایی چی خیلی بودن یک دو سه خطوگی با بازی با فکرم خلال نرسید در ورزشگاه 20 سالگی استقلالی تاجیکستان در شهر خوجند دسته محلی خوجند تیم دوشنبه را قبول کرد یکی از بازی های پرگل دور نظامی چمپیونات مملکت بود و با این پیروزی می توانیم بگیم که خوجند از همون حالت های دشوار برآمده ایستاده است یا تیم دوشنبه نسبت به خوجند ضعیف تر است تیم دوشنبه نسبت به خوجان ضعیفتر است در حقیقت برای اینکه ما یک بار اگر در حیاتی بوزینگرو اگر در حیاتی دستو یا بر نگاه کنیم که ها بوز میکنند و از همین جا هم به حدود ممکن است که یعنی حیاتی خوجان نسبت به دوشنبه پر قوت تر است لیکن اگر ما یک بار با قفا نگاه کنیم و با بوزی قبلی که در دوشنبه دسته دوشنبه خوجان رو شکست داده بود و خوجان به فکرم همون غضبایی که آنها داشتن همون انتقال یعنی آنها میخوانستن که در خونه خود همین چیزها رو بود گشته سیتونند بله. و پیش بینی هم شده بود که ما فکر داشتم که همین دسته خوجان با حسابی کلون یعنی بله. غلبه میکنند برای که همین طور بازی با دسته اسخط هم هم خیلی بود بله. که خوجان در میدان اسخط اسخط رو یک با صفر مغلوب کرده شده بود و در اخیر مغلوب شد و آنها وقتی که قبول کردن اگر خطا نکنم پنج بر یک پیروز شدن همین طور با دسته یعنی دوشنبه شد تمام یعنی امکانات های بسیار تر دسته خوجان داشت و حالت های گلزنی تمام یعنی اداره بازی یعنی نظارت بازی در دست خوجان بود خب کامران ترسونوف نهایت اولین گلش رو زد بازیگری که در دسته خوجان حالا در مرحله دومی چمپیونات همراه شده بود و دو گل دیگر با دلیر یادگورف همچنین دلشاد بزرگ و آرتیوم سردیوک تعلق دارند خب در مورد بازیگرانی که عضو تیم ملی هستند و در خوجان بازی میکنند چی گفتنی هستید مخصوصا بازیگرانی که دعوت نمیشوند به تیم ملی ولی شاید با همین گناه بازی های جالبشون در حیط دسته خوجان دوباره به تیم ملی دعوت شوند ممکن اگر سرمربی رو یعنی تعیین کنن بله. سرمربی از اگر سرمربی اگر از خارجی باشد او در بازی می بیاد یعنی تماشا میکند و بله. او انتخاب میکند اگر سرمربی محلی باشد او هم از همه یمید بازیگرو یعنی آشنا است و تمامی عمود پتانسیل بوزینگر رو نقض میداند بله. و من فکر دارم که بوزینگر باید از بازی به بازی خوب نشان دهد که در تیم ملی بله. دعوت شود به نظر شما حالا همین حالا در دسته خوجان که ها ارزنده هستند که به تیم ملی دعوت شوند فرض کردیم سرمربی معین شد و باید بوزینگران رو انتخاب کند که ها حالا در حیط دسته خوجان بسیار درخش خوب دارند که ارزنده دعوت به تیم ملی هستند روسی گفت من فکر این رو نکرده بودم لیکن بچه هایی که هستن در خط دفاع با من خیلی معقول است ابراهیم‌زاده بله در خط
ним офиза. Ним офизат. Ам Скараматло Саидов, ам яни Эхсон Бобоев хато накунам. Дар хати ҳуҷум Бузоров ам бозии хуб нишон дода истодааст. Ман фикр дорам ки агар онҳоро бозии худро ҳамин тавр агар давом диҳанд, бо Далер Ёдгоров аз дар онҷо. Яъне агар бозии худро агар ҳам хел давом диҳанд, яъне бозӣ ба бозӣ беҳтар, бештар хубтар бозӣ кунанд. Яъне бозиро ба фоидаи худ яъне ҳал кунанд ки озид агар мо аҳамият диҳем Хуҷанд яъне нестабил мегӯянд. Бале, бале. Ноустувор аст. Ноустувор аст. Яъне як бозӣ нағз, як бозӣ ганда. Бояд ман фикр дорам ки дастае ки муборизаро барои медалҳои тилло ва дар он ҳайат бозингарои тими миллӣ бозӣ мекунанд, онҳо бояд дар як сатҳ бозӣ кунанд. Ва баръакс, яъне бозӣ ба бозӣ бояд беҳтару хубтар шаванд. Хуб, ташаккури зиёд ва биёед гӯш меандозем ба суханҳои сармураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хуҷаев. С первых минут и до последних минут мы контролировали игру. Все, игра проходила под наши сценарии. Все, только оставалось забить гол. Забили гол, могли еще забить. В первом тайме забили. Во втором тайме уже полностью доминировали. Могли забить еще больше. И все, я повторюсь, когда есть игровая дисциплина, когда футболисты выполняют на футбольном поле то, что мы требуем, никаких вопросов нету и по результату, и по игре. Следующим матчем и будем стараться показывать такую же игру и добиваться положительного результата. Но, естественно, в каждом матче невозможно забивать много голов. Соперники тоже готовятся, соперники тоже стараются, играют и тоже играют на положительный результат. خب ادامه میدیم برنامه 90 دقیقه رو و اکنون میگذاریم با بخش معین کردن بهترین های دور 19 چمپیونات. بیاید از حیات رمزی دور آغاز میکنیم که ها با این حیات شامل شدند. خب در دروازه دروازه‌بان دسته استرافشان قربان علی بوبویف قرار گرفت که در بازی حساس با دروازش گل سر نداد. در خط دفاع سیاد قوبوسشو، خوشوقت میروف، سمندر اوچیلو و وحدت حنانوف، در مرکز میدان فتولایف، اسلام زایروف، کرامتلو سیدوف، شهزاد مامورجان و در خط حمله دلشاد بزرگ از تیم خوجان و از خطلان ژان گاتن. مربی بهترین دور این اصلیدین حبیب لویف بودند. خب نظر شما در مورد حیات رمزی دور که ها بوز ارزنده بودند که می توانستند به حیات رمزی شامل شوند، از بوزینگران از مربیان؟ از بوزینگران ما می توانستیم که بو بوزینگ در روزبانی خطلان رو بله. در این کوای گوتسون. گوتسون و حمایتگری یعنی لیگانری خطلونی رو در دیفو در مرکز بازی میکنه. بله بله. او هم بازی خیلی خیلی دیدنی و جالب نشون میدهد. در مرکزی میدان میتونستیم در اینجا دلیر یودگوروف بله. میتونست با در اینجا شامل شود و در حیاتی پیش میتونست شیروانی ما بچویف بله از استخل بله بجای سرمربی یعنی در اینجا بو میتونست رستم خوجایف و امین سوپونی یعنی اونها هم ارزنده بودن. ارزنده بودن بله. خب تشکر زیاد و این بود حیات رمزی دور 19 چمپیونات مملکت از روی فرضیه شبکه ورزش و اکنون میگذاریم با بهترین بازینگر دور 19 بهترین بازینگر دور 19 از روی فرضیه شبکه ما این فتحالله فتحاللهیف از تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش شد که واقعا هم سهمش در غلبه دسته مقابل اسقاط خیلی کلان بود و ماست در دو گل دسته خود او کمک ارزنده نشون داد و سطح این بازی هم نسبت به دیگر رقابت ها خیلی بلندتر بود. این از همین دولت می دید که نو وابسته به سین سول یعنی بازی بله. خود رو کرده استوده است و دسته خود رو به پیش برده استوده است و به نظر من در چمپیونات امسال یکی از بهترین ها هم فتحالله فتحاللهیف است. بله. خب بیاید با متوجه میشویم با عمر فتحالله فتحاللهیف که در موسم امسال نشون داده است 19 بازی دارد در عموم و در قریب همه بازی ها 90 دقیقه هنرنمایی کرده است. 5 گل، 8 پرتوبی گل آور و 4 گل از ضربه جریمه‌ای زده است. این فکر میکنم یکی از نشاندادهای بهترینی که تو همین حال تو دور 19 هم یگان نفر فوتبال باز همین گونه نتیجه رو ندارد. تحلیل خیلی خوب
بوسام محمود یعنی نشون زنان بهترین ها رو هم اون ها رو هم یک تحلیل کردن در کره است که با مقایسه با اونها که اونها چند گل زده از و گل پاس اوور کرده است چند بازی کرده است در میدان چند دقیقه بازی کرده است پس از اون ما می توانیم گوییم که کدام اونها با همین فتلوف یعنی رقابت پذیر است. خب حتما در نشوی بعدی ما این چیز رو قیاس میکنیم میونی فوتبالبازانی که در روی خط نشان زنها هم قرار دارند و گفتیم که فتلوف بهترین بازیکن دور 19 چمپیونات مملکت از روی فرجه شبکه مو گردید. خب حالا اکنون در فرجام برنامه متوجه میشیم با جدول مسابقه بعد از 19 دور بازی ها دسته ها در روی خط چنین جایگیر شدند. استقلال در زینه اول با 45 خول است با تفاوتی 10 خول زیادتر از تیم خوجند. استرافشان با 29 خول در زینه سیوم کلوب مرکزی ورزش ارتش خطلون اسخاتا اینها در زینه های بعدی قرار دارند. رفشان هم موقعش استوار است و دوشنبه فایسکان کوکتوش با اندیشه من اینها برای باقی موندن در لیگ اولی مبارزه خواهند برد. خب بازی های دوری 20 بیننده عزیز علکه برگزار می شوند روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه. پنج رقابت برگزار می شود. متوجه می شویم اینها دیداری دسته های فایزکان خوجند، استقلال خطلان، روشن کلوب مرکزی ورزش ارتش، دوشنبه اسخاتا، کوکتوش استرافشان. به نظر شما کدام بازی مرکزی دوری 20 چمپیونات مملکت و از همه بازی جالب ترین همین دور در لیگ اولی است؟ همه بازی گفته شدم که برای داخل مبارزه برای موقع خود را نگاه داشتن دیگر بازی برای مبارزه برای مدال ها من فکر دارم که فایزکان خوجند و رفشان کلوب مرکزی ورزی ارتش بهترین بازی دور هستند. بله تشکر زیاد و بعضی از بازی ها به طور مستقیم هم از شبکه ورزش و فوتبال منظور بیننده ها می شود. من فکر میکنم در میانه هفته مخلصان می توانند بازی های بهترین چمپیونات تاجیکستان را هم پیگیر باشند که حتما بعضی آنها البته مستقیما منظور می شود ولی بعضی بازی ها که پخش نمی شود از مخلصان خوش میکنیم که با ورزشگاه آیند و بازی ها را از نزدیک تماشا کنند. از سپان خوجموف برای شرکتشان در برنامه 90 دقیقه سوری سپاس میکنیم و بعد از بازی های دوری 20 ما باز برمیگردیم با استودیو و این رقابت ها رو هم مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. تا نشر دیگر سیادمند پیروز باشید.